ازم بزرگتون که یک بار دیگه تکرار میکنم، خبر بسیار مهم و در این حال فوری که کمتر از نیم ساعت پیش توسط خبرگزاری ها اعلام شد و بنده عرض کردم که 49مین ثروتمند جهان، یار دیرین امام و دستیار به هر حال به نوعی علی خامنه ای و ارزم بزرگتون که بزرگترین، اگر اجازه بده بگم سرگردن بگیرترین مرد تاریخ ایران در این حال، هاشمی رفسنجانی درگذشت و قرار ما بر این شد که در این ارتباط با توجه به یک مقداری، نه یک مقداری بیشتر، آشنایی آقای امیرعباس فخرآور به دلایلی که میدونیم و میدونید و آشنایی بیشتر با جزئیات و اتلاعات بیشتری در مورد رفسنجانی، من با آقای فخرآور صبح بخیر بگم. درود به شما جناب آقای صدر عزیز، اگر صدای من رو میشنوید، و درود به تمام ایرانیان عزیز در سراسر کره خاک. خیلی متشکر. خبر مربوط به درگذشت رفسنجانی رو من در مسیر راه که میبدم تلفنن از جناب عالی شنیدم که اعلام کردید که 3-4 دقیقه قبل عملا آقای رفسنجانی در بیمارستان درگذشت. توضیحات خیلی خیلی مختصری لااقل خبرش رو اعلام کردم و جزئیاتش رو، جزئیاتی که آقای فخرآور به نظر من شاید هم اشاره کردم مربوط میشه به آینده رژیم و آینده ای که ساختارش تحت تأثیر شخصیتی و وجود شخصیتی به نام هاشمی رفسنجانی به هر حال یک مقداری ثبات. میان عزیز در سراسر کره خاک، خیلی متشکر. خبر مربوط به درگذشت رفسنجانی رو من در مسیر راه که میبدم تلفنن از جناب عالی شنیدم که اعلام کردید که 3-4 دقیقه قبل عملا آقای رفسنجانی در بیمارستان درگذشت. توضیحات خیلی خیلی مختصری لااقل خبرش رو اعلام کردم و جزئیاتش رو، جزئیاتی که آقای فخرآور به نظر من شاید هم اشاره کردم مربوط میشه به آینده رژیم و آینده ای که ساختارش تحت تأثیر شخصیتی و وجود شخصیتی به نام هاشمی رفسنجانی به هر حال یک مقداری ثبات به هر حال آنچه که بود رو به همراه داشت و تعادلی رو در حقیقت به همراه داشت و احتمالاً یا حتماً با نبودنش به نظر جناب عالی چه مسائلی رو میشه در آینده در این ارتباط انتظار داشت آقای فخرآور؟ من همین الان که دارم با شما صحبت میکنم دارم اخبار CNN رو هم چک میکنم، میتونم این تلالون روی باکس این رو هم روی CNN بذارم. همین الان CNN هم خبر رو اعلام کرد، هاشمی رفسنجانی توی سن 82 سالگی امروز مرد و یک برگ سیاه و خونین از پرونده انقلاب اسلامیستی مارکسیستی در ایران بسته شد. حالا ما باید بگیم رسما سال 2017 یکی از بهترین سالهایی که تاریخ چند دهه گذشته ایران به خودش دیده و خیلی خوب این سال شروع شد و الان هم با یک همچین خبری که برای بسیاری از مردم شادی بخش خواهد بود، مردمی که واقعا نمیدونستن با چنین جنایتکارانی دیگه چیکار باید بکنن غیر از اینکه تحمل داشتن میکردن، و این سال 2017 امیدواریم تکمیل بشه با پیوستن دو ضلع دیگه این مثلث به هم دیگه در اونجایی که قراره با هم دیگه برن همه باشن و اکبر هاشمی رفسنجانی زودتر از بقیه به اونجا رفت. آقای فخرآور ببخشید، این تصویر سینه پشت شما یه مقداری تحت تاثیر قرار میده گفته های شما رو، در نتیجه تمنا میکنم که اگه ممکنه یک لحظه اینو محوش کنید که توجه بیشتر روی شخص جناب عالی باشه لطفا. اجازه بدید من باید ببینم اصلا اگر بتونم روی کانال رو روی کلا راحت باشید به هر حال اگر در به تدریج شد این کار. ممنونم. امیدوارم حالا روی شبکه بعدی، حالا به هر صورت نه به هر حال ما بیشتر به شما گوش میکنیم تا به اونجا. بفرمایید لطفا. خواهش میکنم. عرض به خدمتتون، من باید حالا بعد اگر توی فرصتی که پیش بیاد آقای شهرتی بهمون بده شاید مجبورشم یه مقدار دکور رو عوض بکنم که بتونیم بسیار بسیار اب نداره. ارزم بزرگتون که من
مطلبی عنوان کردم شاید حائز اهمیت بتونه باشه. عرض کردم که اصولا موجودی به نام هاشمی رفسنجانی در رژیمی به نام رژیم جمهوری اسلامی در طول 37-8 سالی که گذشت و با توجه به اینکه یکی از مهره‌های اصلی آنچه که اتفاق افتاد و بعد دست اندر کار بودنش بود واقعا و همیشه به نوعی یک نوع احتیاط و یک نوع تعادلی رو به طور کلی در موازنه هایی که در برخورده هایی که به طور کلی در موارد مختلف در سازمان های مختلف افراد مختلف حاکم بر رژیم بود کنترل می کرد، آیا این موازنه رو پیش بینی شما هم می کنید در آینده به هم بخوره؟ احتمالا مطمئنن اینطوری خواهد بود، مطمئنن خیلی چیزها به هم خواهد خورد و مسئله ای که هست اینه که خب شاید خود خامنه ای هم متوجه این نبود دقیقاً که حضور هاشمی رفسنجانی چقدر برای ادامه حکومت خامنه ای میتونه مفید باشه. یعنی الان از اینجا به بعد این رو بیشتر خواهند فهمید، چون اینها میگم حالا بیشتر از اینکه اون مثلث ذیل سوم موسوی خوئینی ها مدت ها پشت پرده فعالیت میکرد، اما هاشمی رفسنجانی و خامنه ای مثل دو نفری که روی این دو طرف این چوب به شدت نامتعادل جمهوری اسلامی ایستادن، روی این تیغه تعادل رو برقرار کرده بودن. حالا رفتن هاشمی رفسنجانی این تعادل رو کاملا به هم میزنه و طیف توند، یعنی به راحتی بهتون بگم اصلاح طلب ها یتیم شدن امروز. اصلاح طلب هایی که همه امید و آرزوهای خودشون رو بسته بودن به دامن هاشمی رفسنجانی، از امروز به بعد باید یک فکر دیگه برای خودشون بکنن که راه زیادی هم جلوی خودشون نمیبینن. ما باید اگر برگردیم یک نگاهی به نقش هاشمی رفسنجانی توی دوران انقلاب بکنیم، ببینیم هاشمی رفسنجانی قبل از انقلاب چه میکرد، در دوران انقلاب چه نقشی داشت و بعد از اون چه نقشی داشت توی تثبیت این انقلاب اسلامیستی مارکسیستی، متوجه میشیم که وزنه بسیار بزرگی رو رژیم جمهوری اسلامی از دست داد، وزنه‌ای که این روزهای آخر به شدت هم داشتن بهش حمله میکردن. روزهای آخر که چه عرض کنم، سالهای آخر بی آبروش میکردن، بهش حمله میکردن. ما خیلی خوب یادمون هست توی انتخابات مجلسی که هاشمی رفسنجانی بعد از پایان ریاست جمهوریش اومده بود در یک دوره مجلس، در دوران مجلس اصلاحات مثلا بیاد و کاندید بشه، وارد مجلس میخواست بشه چون نمیتونست بدون سمت بمونه و زمانی بود که خاتمی رئیس جمهور بود در ایران، هاشمی رفسنجانی اومد تو انتخابات شرکت کرد و گذاشتنش توی کتگوری اصولگرایان، محافظه‌کاران و تندروها. و من اون سال خوب یادمه که لقب آقاسی بهش داده بودن برای اینکه نفر به زور اومده بود نفر سیوم شده بود، گفته بودن آقا سیوم شد در واقع، و همه مسخرش میکردن دیگه، انواع اقسام جوک ها رو براش میساختن، چون حتی جزو 30 نفر اول تهران هم نتونسته بود رأی بیاره و بره وارد مجلس بشه. آقای فخرآور، البته بحثی که در ارتباط با رفسنجانی هست اگه ادامه بدیم تا آخر برنامه که هیچ، بعد ده ها برنامه رو براش بگذاریم طبیعتا. در ارتباط با همین آقای رفسنجانی و مطلبی که هفته گذشته عنوان کردید، در ارتباط دو هفته پیش بود در ارتباط با سه نفر، یعنی یک مثلثی با زوایای یکی آقای خامنه‌ای، یکی خوئینی‌ها، یکی هم رفسنجانی با هم دیگه، شما البته قبل از اون این توضیح رو بدم که همینطوری که قبل مقدمه برنامه گفتم، با بسیاری از مسائل، موارد، سوالات، پرسش‌ها، انتقادها، اعتراض‌ها، تاییدهای بسیاری در ارتباط با گفته‌ها و برنامه‌ای که با شما دارم روبرو هستم آقای فخرآور. جواب اینها طبیعتاً برای من، اولا وقتشو ندارم در طول هفته، واقعا ندارم. دوم اینکه جواب ها باید بیشتر از طریق شمایی که مسائل رو مطرح کردید و ارائه کردید طبیعتاً به جوابگویی بشه طبیعتاً. در نتیجه اگر موافق باشید من یکی دو تا سوال رو که مد نظر خود من بوده، یکیشم مد نظر یکی از بینندگان بوده و بسیاری از این نوع سوالا بوده، مطرح میکنم تا بعد ادامه برنامه بدیم. در ارتباط با رفسنجانی اشاره کردید که رفسنجانی به عنوان
یکی از ازلای این مثلث، منتها کسی که در حقیقت یک چیز شبیه کودن نام بردید یا احمق به درد بخور بردید، در حالی که نوشته شده یا از سوال شده که آقای فخرآور با شما موافق نیستیم به دلیل اینکه رفسنجانی نه تنها یک کودن نبود بلکه یک روباه فریبکاری بود در این رژیم که همه را انگوش به دهان متعجب و حیرت از این همه هوش و ذکاوت و برحال هیلگری در نهایت برخوردار بود، واداشته بود واقعا. در نتیجه شما چطور ایشون رو یک حالا احمق چی گفتید؟ به درد بخور این رو شما اطلاق کردید بهش آقای؟ ببینید حالا ما داشتیم اگر همون تاریخچه رفتارهای و مبارزات هاشمی رفسنجانی رو نگاه بکنیم، من توی کتاب رفیق آیت الله اون سزل ای رو که اومدم ازش یاد کردم، خامنه ای، موسوی خوئینی ها و هاشمی رفسنجانی. خامنه ای و موسوی خوئینی ها که خب هر دو توی دور دیده در مراکز تربیت جاسوس شوروی هستن، سازمان امنیت شوروی، ولی این دو نفر برای ورود به در واقع تشکیلات انقلابی تو قرار گرفتن در صدر تشکیلات انقلابی، اینها نیاز داشتن که از یک سری قایق‌هایی استفاده بکنن برای این موج سواریشون. و خامنه‌ای خودش عملا هیچ عددی نبود در دوران قبل از انقلاب و سالهای حتی اول انقلاب، هیچ اعتباری مطلقا نداره این آدم. حتی پدر خودش هم، پدر خامنه‌ای هم، سید علی خامنه‌ای رو براش انقدر احترام و عزت قائل نیست که برای محمد خامنه‌ای پسر بزرگ خودش اونقدر احترام قائل هست. و این مشکلاتی رو که خامنه ای داشت، نیاز داشت از یک جایی بتونه بیاد وارد بشه به شورای انقلاب. در یک دوره با هاشمی رفسنجانی آشنا شده بود خامنه ای چند سال قبل از انقلاب، وقتی که هر دو جزو سمپاتهای سازمان مجاهدین خلق بودن. و در اون دوره هر دوی اینها خب دو روحانی هستن که مثلا دارن با هم همکاری میکنن، با گروه های چریکی مسلح که دارن با رژیم شاهنشاهی ایران میجنگن. بعد اتفاقی که میفته اینه که از سال 54-55 اختلافاتی در درون سازمان مجاهدین خلق به وجود میاد و دو شاخه میشه، و یک شاخه‌ای که گرایش بیشتر مارکسیستی داره، یک شاخه‌ای که گرایش بیشتر اسلامیستی داره، و این دو شاخه علیه همدیگه شروع میکنن حتی بیانیه دادن و یک سری کارهایی رو انجام دادن. که دوستی بین هاشمی و خامنه ای مال اون دوران مبارزه قبل از انقلاب. توی ماه‌های آخر هاشمی رفسنجانی درست یک سال قبل از انقلاب یک سازمانی رو تأسیس می‌کنه به اسم سازمان مجمع روحانیون مبارز و به اسم جامعه روحانیت مبارز، ببخشید، به اسم جامعه روحانیت مبارز، که این در واقع اون ستون فقرات رژیم جمهوری اسلامی از این جامعه روحانیت مبارز شکل میگیره که یک سال قبل از انقلاب توی هسته مرکزیش خود همین هاشمی رفسنجانی نشسته. توی ماه‌های یعنی شاید کمتر از دو ماه سه ماه قبل از بهمن 1357 که انقلاب اسلامیستی مارکسیستی به نتیجه میرسه، شورای انقلاب تشکیل میشه. خمینی رسیده به نوفل و شاتو، شورای انقلاب رو تشکیل میده. هاشمی رفسنجانی به واسطه دوستی نزدیکی که با احمد خمینی و با داره با خود خمینی تونسته نزدیک بشه، میاد خمینی شورای انقلاب رو معرفی میکنه و هاشمی رفسنجانی رو به عنوان یکی از روحانیون حالا شناخته شده یه مبارز میذاره توی شورای انقلاب. اینجاست که هاشمی رفسنجانیه که دست خامنه ای رو میگیره و خامنه ای رو معرفی میکنه به شورای انقلاب. یعنی کسی اونجا خامنه ای رو نمیشناخت. هاشمی رفسنجانی اتفاقا تو کتاب خاطرات خودش هم این رو نوشته که بله، من آقای خامنه ای رو معرفی کردم به شورای انقلاب. آقای فخرآور خیلی معذرت میخوام، ببخشید، یه عده‌ای میگن که گاهی اوقات چرا آقای فخرآور شما قطع میکنید، من مجبورم گاهی اوقات این کارو بکنم با عذرخواهی البته. ببینید این آقای کودن یا این آقای نمیدونم حالا هی فراموش میکنم این عنوان شما رو بهش، نادان به درد بخور رو در حقیقت این درست برعکس داره اینجا جلوگری میکنه، برای که یک موقع یارش امام خمینی بود، امام خمینی هم که در حال رفتن بوده رفته بود دیگه، در نتیجه ایشون باز نیازمند هست به پرقدرت تر شدن از طریق معرفی شخصی که اسمش خامنه ایست و اون شخص میتونه در آینده برایش یک خمینی دیگه ای باشه. کجای این میتونه که یک حالت نادانی به درد بخور داشته باشه آقای فخرآور؟ اینا حالا مال ده سال بعد از
انقلاب چیزی که شما دارید میگید. بله. اگر حوادث انقلاب رو با هم نگاه بکنیم متوجه میشیم چه اتفاقی داره اونجا میفته. این روحانیون هاشمی رفسنجانی دست خامنه ای رو میگیره میاره تو شورای انقلاب، انقلاب میشه. بعد از اینکه انقلاب میشه اینا با یک بحرانی مواجه میشن، میبینن که گروه های بسیار بزرگ سازماندهی شده ای الان وجود دارن، یکی سازمان مجاهدین خلقه، یکی دیگه چریک های فدایی هستن. این دو گروه، دو گروه بسیار بزرگی هستن که میلیشیا هستن، گروه های شبه نظامی هستن که خیلی منسجم دارن عمل میکنن. از اون ور مثلا ما میبینیم که خب نگاه اینا به آیت الله طالقانی، به اون پدر طالقانی صداش میکنن، نگاه به سمت طالقانیه. اما این ور در شورای انقلاب تعداد کمی از روحانیون کنار هم دیگه جمع شدن، اما اون سازماندهی رو اینها ندارن، اون سازماندهی مجاهدین خلق و اون سازماندهی چریک های فدای خلق رو اینها ندارن. برای همینه که بلافاصله بعد از انقلاب اینا تصمیم میگیرن بیان حزب جمهوری اسلامی رو بخوام بیان شکل بدن. من توی کتاب رفیق آیت الله یک فصل رو کامل به این اختصاص دادم که چجوری حزب جمهوری اسلامی رو این روحانیون مستقر در شورای انقلاب، شورای انقلاب یک شورای بسیار کوچیکی بود و ولی خب خیلی پرقدرت بود و هیچ کس نمیدونه حتی کیا دقیقاً عضوش هستن توی اون سالها، ولی داشت فقط یعنی بلوف میزد، مثل پوکر که بازی میکنن. بله. دستشون خالی بود اما بلوف میزدن و این بلوف رو مردم همه بلوف خوردن، تمام سازمانهای دیگه هم این بلوف رو خوردن و حزب جمهوری اسلامی که تأسیس میشه نگرانی ایجاد میشه برای این حزب که خب ما الان حزب رو تأسیس کردیم، حالا تو محوریت حزب هاشمی رفسنجانی نشسته، خود خامنه ای هم نشسته و بهشتی نشسته، از اون ور موسوی اردبیلی نشسته، اما اینها یه مشکل بسیار بزرگی دارن، اونم اینه که به هیچ عنوان حریف سازمان هایی مثل باز مجاهدین و چریکای فدای خلق نمیشن. تصمیم میگیرن بیان یک شاخه نظامی برای حزب بزنن که اون شاخه نظامی حزب همون چیزیه که تبدیل میشه به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. و البته آقای فخرآور توضیحاتتون خیلی متشکر، ولی باز من شدیدا خودم مصرانه روی یک روی یک پای ایستادم که میگم که عنوانی که جناب عالی دادید با آقای رفسنجانی، عنوان نادان به درد بخور، من در حقیقت معتقدم که ایشون دانای به درد بخور بوده جناب بنظرم. اما اگه اجازه بدید بریم سراغ مطلب بعدی. مطلب بعدی این بود که باز میگن سوالا. اولا بینندگان عالی قدر، امروز از نظر اطلاعتون با توجه به اینکه فقط این نیست که ما با آقای فخرآور صحبت کنیم ایشون مطلب یا مطالبی عنوان بکنن بندم بگم بله تایید کنم یا بگم که کاملا درسته، نه اینطور نیست به هیچ وجه. گفتم که از روز اول آنچه ایشون میگویند رو من در قضاوت عموم میگذارم، قضاوتی بود که بیشترین بینندگان رو به این برنامه به هر حال تخصیص داد لااقلش. اما بسیاری سوال مطرح آقای فخرآور، از شما سوالای بسیار زیادی شده داره میشه کماکان، و به همین دلیله که من علی رغم آن چیزی که شاید در بسیاری از برنامه‌ها در یک برنامه‌های بسیار حساس سیاسی شاید خطرم به اون صورت نه که باز نکنند، باز میکنند ولی با چندین مأمور که بشینن کنترل کنن که کی زنگ زد، کی زنگ نزد، کی میخواد چی بگه، چی میخواد نگه، به هیچ وجه سریع هم باز میکنم و اینجا توجه مأمورین وزارت اطلاعات رو جلب میکنم که به هیچ وجه حناتون در این برنامه رنگی نخواهد داشت و مطمئن باشید که وجودتون و حضورتون و آمدنتون روی خط اگر امروز باز کردم که باز میکنم باور بفرمایید که بلافاصله تشخیص داده میشه و شما را قطع میکنم. اینه که سعی کنید که بیشتر باعث بی‌آبرویی و بی‌حیثیت خودتون در این مورد و غیر تخصصی بودن خودتون تو این قضیه نشید که البته هستید. اما و بعد هم میخوام خطا رو باز کنم آقای شورتی، اگر لطف کنید و بلافاصله تلفن رو روی صفحه بگذارید که با آقای فخرآور صحبت کنید. تمنا میکنم که از اینکه شما کی هستی، از زندان چجوری، تمام این مسائل رو دونه به دونه در اولین گفتگوی خودم با آقای فخرآور مطرح کردم، جواب شنیدم، جوابهایی که به هر حال برای بعضیا قانع کننده بود، بعضیا هم بالا پایین کردن، حلاجی کردن و از اون مرحله گذشتیم و به همین دلیل داریم با آقای فخرآور ادامه گفتگو میدیم. در نتیجه سوالایی که میکنید سوالایی در ارتباط با کتاب رفیق آیت الله، نظرات ایشون در مورد کمونیست بودن آقای خامنه ای، در مورد مدرسه یا دانشگاه پاریس لومونبا و مسائلی از این قبیل که شنیدید و گفتگوهایی که داشتیم، آنچه که براتون مورد سوال هست رو مطرح بفرمایید، با کمال میل پاسخ داده خواهد شد. اگر یک لحظه سر سوزنی از چهارچوب ادب و آن چیزی که ایجاب میکنه در یک فضای دموکراسی به شما داده بشه خارج بشید، طبیعتا بنده هم
با شما همراه نخواهم بود و ارتباطمون طبیعتاً قطع خواهد شد. اما آقای فخرآور، قبل از اینکه وارد صحبت بشیم، مطلبی عنوان فرمودید جناب عالی در این شماره تلفن پایین رو لطفاً نگیرید، این شماره پایین سفید رو نگیرید، اون شماره بعدی رو بعد الان خط همه مشغول شده از حال آقای فخرآور. اما مطلبی گفتید در ارتباط با دخالت شوروی در ارتباط با مسئله سال 57 و شورش 57 و در حقیقت عنوان فرمودید که آمریکا فریب کمونیست و فریب در حقیقت شوروی را خورده بود. آقای فخرآور، من از آقای شورتی خواهش خواهم کرد که من زمانی که اون دفعه مطرح فرمودید، من مسئله جنرال هایزر را مطرح کردم، روش توضیحاتی فرمودید شما، و بعد از استودیو که رفتم بیرون به ذهنم یه ها آمد که آقا پس این آقای کارتر، آقای ببخشید رونالد ریگان، رئیس جمهور وقت آمریکا، رئیس جمهوری که کار آقای ریگانی که خودش در حقیقت باعث فروپاشی این کمونیست و این شوروی عظیم الجثه شد، خب ایشون مگه میشه بی اطلاع باشه از آن چیزی که در ارتباط با سال 57 بود و بیاد به این قاطعیت آمریکا رو خود ریگان محکوم کنه برای اینکه چرا شما با شاه این کارو کردید، چرا با رژیم شاه، رژیمی که حامی آمریکا بود، رژیمی که دوست آمریکا بود، رژیمی که بهترین در حقیقت به قول خودشون مهره بود که میتونست که نظم و انضباط و امنیت منطقه رو در نظر بگیره، چنین عمل کردید و در حقیقت این رو خون نامید و یک جنایت و یک سیاهی در پرونده آمریکا خود ریگان. با هم نگاه میکنیم آقای شورتی لطفاً. I did criticize the president because of our undercutting of what was a stalwart ally, the Shah of Iran. And I am not at all convinced that he was that far out of line with his people or that they wanted that to happen. The Shah had done our bidding and carried our load in the Middle East for quite some time. And I did think that it was a blot on our record that we let him down. Have things gotten better? The Shah, whatever he might have done, was building low-cost housing, had taken land away from the mullahs and was distributing it to the peasants so they could be landowners, things of that kind. But we turned it over to a maniacal fanatic who has slaughtered thousands and thousands of people, calling it executions. خب آقای فخرآور، جناب فخرآور، بله چشم سب آقای فخرآور جانم، خب من یک توضیح مختصر در این مورد از شما طلبکار هستم لطفا. خواهش میکنم. یه نکته که هست، شما این رو الان شنیدید و دیدید، من دقیقا این ویدیو رو ندیدم، آیا همون ویدیویه که ریگان داره انتقاد میکنه به سیاست های کارتر و میگه شاه متحد ما بود؟ دقیقا کاملا. خیلی من اجازه بدید در این مورد، اتفاقا چقدر خوشحالم که این رو پرسیدید، چون سوال خیلی از دوستان بود، از من هم می‌پرسیدن، منتظر فرصت بودم تا این رو جایی جواب بدم. این مربوط به یکی از مناظره های انتخاباتیه که ریگان به عنوان کاندید ریاست جمهوری حضور داره و کسانی که خود شما که سالها توی آمریکا هستید با این جو سیاسی آمریکا کاملا آشنایی دارید، حزب دموکرات و حزب جمهوری‌خواه وقتی میان وای میستن اعتراض میکنن به همدیگه، به نوعی اینجوری دارن عنوان میکنن که، یعنی ریگان به عنوان نماینده حزب جمهوری خواه داره به نماینده حزب دموکرات، الان کاندیدای حزب دموکرات، اعتراض میکنه، میگه رفتارهای تو ای رئیس جمهور دموکرات باعث شد که ما مثلا آمریکا به نماینده متحد بزرگترین متحد خودمون رو از دست بدیم و ما چنین کردیم چنان کردیم. رفتارهایی که داره میگه این به این مفهوم نیست که ریگان داره میگه بله آمریکا نقشه کشید که برود و مثلا شاه ایران رو کنار بزند و اینها. در واقع ریگان داره به سیاستهای احمقانه کارتر اعتراض میکنه که سیاستهای شما، گول خوردن شما از شوروی و سازمان امنیت شوروی و مجموعه رفتارهای شما، از اینکه بیایید CIA رو یه دفعه 2500 تا مأمورش رو اخراج بکنید برای اینکه دریادار ترنر رو گذاشتید رئیس CIA که خودش گرایشات مارکسیستی داره اصلا و میخواد به نوعی ساختار سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا رو کامل به هم بزنه،
که همونجوری که من تو کتاب هم نوشتم قبلا هم دربارش با هم صحبت کردیم، اون ماجرای قتل عام روز هالووین پیش میاد سال 1977 که 2500 مأمور CIA که بسیاریشون هم تو منطقه خاورمیانه در ایران مشغول بودن تا توطئه های سازمان امنیت شوروی رو بخوان خونسا بکنن. اصلا تأسیس ساواک برای این بود که جلوی شیطنت ها و توطئه های سازمان امنیت شوروی در ایران گرفته بشه و دلیل حمایت CIA از ساواک این بود که CIA میخواست همه جور امکانات تکنولوژیکلی و فکری و چطور بگم دستگاهی در اختیار ساواک بذاره تا بتونن حریف بشن جلوی یک قولی مثل سازمان امنیت شوروی، مثل کاگبه و GRU سازمان امنیت ارتش سرخ شوروی. یعنی این یک همکاری بین آمریکا و اطلاعات ایران بود، ایران شاهنشاهی، که جلوی شیطنت شوروی رو بگیرن. اما کارتر با حماقت‌های خودش، با اون شعارهای عجیب و غریبی که آورد وسط، و یکی دیگه از حرفایی که داره ریگان اینجا در واقع میزنه به کارتر اینه که تو با اون شعار حقوق بشر اومدی وسط و میدون دادی به تبلیغات دیس اینفورمیشن و میس اینفورمیشن در واقع سازمان امنیت شوروی که اونها بیان به راحتی شایعه سازی بکنن و پشت این شعار حقوق بشر تو جمع بشن، برگردن بگن بله ساواک در ایران خرس ها رو مینداخت به جون زندانیان سیاسی که خرس ها زندانیان سیاسی رو شکنجه بکنن و چیزهایی از این دست، ناخون میکشیدن، نمیدونم این تبلیغاتی که تمام دروغ ها و شایعات سازمان امنیت شوروی بود و از این ور حماقت کارتر باعث شده بود این بازی رو متوجه نشه که در وسط یک جنگ روانی از طرف شوروی قرار گرفته، در صورتی که ماموران CIA هم اینجا باید دقیقاً این بازی رو درک می‌کردن و باید این بازی رو به اطلاع سازمان امنیت ایران و شاه ایران می‌رسوندن که حواستون باشه شما در وسط یک بازی بزرگ جنگ تبلیغاتی شوروی قرار گرفتید. اعتراض ریگان به سیاست‌های احمقانه کارتره که باعث شد در واقع دولت آمریکا گول حکومت شوروی رو بخوره و ایران از دست بره. البته باز تکرار میکنم، همون آمریکایی که و همون آقای ریگانی که به هر حال در حقیقت عامل اصلی فروپاشی شوروی شد آقای. دقیقاً و اینها وقتی خودشون درک کردن، وقتی ریگانیست ها اومدن روی کار، ریگانیست ها دیگه گول دوره کارتر رو نخورده بودن. اینها با یک استراتژی جدیدی اومدن و استراتژی اینها در واقع اینها هم یک جنگ روانی بسیار سنگینی رو علیه شوروی راه انداختن که جنگ روانی ریگان، چون ریگان خودش هم از هالیوود می اومد، از هالیوود استفاده بسیار زیادی کرد. شما اگر خاطرتون باشه فیلم های راکی مثلا، اونا فیلم هایی بود که ضربه مهلکی به حیثیت شوروی زد و اینها حتی توی فیلم ها هم ما نبرد مثلا راکی با اون، البته بله بله، اکسور روس بله. که همه چیزش ماشینی بود و دقیقاً یک پیروزی آمریکایی بود در جنگ سرد بر اتحاد جماهیر شوروی. یعنی ریگان بازی رو فهمید و در جنگ روانی بازی رو برد و شوروی رو شکست داد. آقای فخرآور، من حالا قبل اینکه خطا مشغول از پاسخ بدم، باز یه مقداری برای شما نگران هستم، بگین چرا؟ به خاطر اینکه با توجه به این جبهه‌گیری که مدت‌ها شما در مقابل شوروی کردی با رفیقای تولا و مسائلی که هر چی میگید، هر اتهامی هست رو از جمله 57 آمریکا رو به چسبوندن به مسکو، ببخشید به همین شوروی یا روسیه، روسیه امروز، خب، و بعد از این طرف دوستی و آشنایی و نزدیکی و تعصبی که یا سمپاتی که با حزب ریپابلیکن دارید، یعنی آقای ترامپ دارید، و امروز دوستی آقای ترامپ و آقای پوتین رو، من یه مقداری این فرمولش رو همچین متعادل نمیبینم آقای، در مورد شما. البته من بهتون بگم این رو بسپارید به زمان، ببینید اتفاقی که داره میفته چیه. دقیقا کاری رو که ریگان با گورباچوف کرد، اون کار رو داره سعی میکنه دولت ترامپ با پوتین انجام بده. یعنی اتحاد جماهیر شوروی به این دلیل از هم پاشید که ریگان به رهبر شوروی نزدیک شد و به رهبر شوروی، جلوی رهبر شوروی دو تا گزینه گذاشت. گفت یا راه احمقانه ای رو که از 1917 به این ور طی کردید طی کنید و ادامه بدید که آخرش همینجور ورشکستگی کامل اقتصادی و فقر و فلاکت برای خودتون و مردمتونه، یا اینکه بیایید به آمریکا نزدیک بشید و سیستم کپیتالیستی رو قبول بکنید و به این شکل بتونید رشد بکنید. گورباچوف پذیرفت. الان هم این دو گزینه رو من فکر میکنم ترامپ جلوی پوتین خواهد گذاشت که یا پشت خامنه ای و
و بشار اسد و اون مزدورانی که تربیت کردین و فرستادین توی منطقه پشت اینها بایستید و همینجور برید با هم دیگه دست جمعی به درک واصل بشید، یا اینکه بیا در کنار آمریکا بایست آقای پوتین و پشت اونها رو خالی کن، بذار تکلیف اونها رو ما روشن بکنیم. مطمئنا از لحاظ اقتصادی هم برای تو پوتین خیلی منفعت داره. آقای فرابر، قبل از اینکه به اولین تلفن پاسخ بدم، یک سوالی برای خود من مطرح هست که تمنا میکنم در یکی دو دقیقه اگر امکانش هست اصلا لطف کنید، و اون مسئله بسیار مهمی است. یعنی اکثر مدارکی شما جمع‌آوری کردید بر علیه کمونیست و اون چیزی که در رفیق آیت الله منعکس شده، اینها بیشتر نشأت گرفته و استفاده شده از منبعی است به نام اسنادی که آقای متروخیم به نام گفته خود جناب عالی، یعنی رئیس آرشیو کاگبه، در حقیقت خارج میکنه و بعد در اختیار حالا عموم و هر شکست قرار میده. این فلسفه یا علت یا به نظر شما این فرار یک مأمور مشخص کاگبه رئیس آرشیو و بردن این اسناد، این چه دلیلی میتونه برای فرار ایشون داشته باشه؟ چرا این کارو کرده اصولا؟ به این فکر بکنید که میتروخین بعد از فروپاشی شوروی، عملا ما در 1990 در آغاز دهه 90 میلادی شاهد فروپاشی شوروی هستیم، بعد از فروپاشی شوروی برای میتروخین هم یک فرصت بسیار بزرگی پیش اومده بود که بتونه بیاد بیرون. خب مجموعه زیادی از این اسناد رو برای خودش تو تمام اون سالها، مخصوصا اون 12 سال آخر، نگهداری کرده بود و مجموعه این اسنادی که نگهداری کرده بود یا باید همونجا خاک می‌خورد و از بین می‌رفت و خودش هم به وسیله یکی دیگه از همکاران خودش در کاگبه یک روزی کشته می‌شد، یا اینکه میتونست خودش رو از اون سراب اتحاد جماهیر شوروی نجات بده و این اسناد رو که بسیار هم ارزشمند بود برداره بیاره بیرون به همراه خانواده‌اش و بره تو یکی از کشورهای غربی بشینه و یک زندگی بسیار خوبی رو برای خودش طراحی بکنه، که این کار رو هم کرد. برای خودش و خانواده‌اش زندگی خیلی خوبی رو ساخت. یعنی در حقیقت این اسناد فروخت، در حقیقت پول گرفت در مقابلش؟ نه فقط پول گرفت، زندگی بسیار خوبی برای خودش و خانواده‌اش فراهم کرد و یک بخش بزرگی در MI6 انگلستان مخصوص برای آرشیو میتروخین ساخته شده که هنوز همون بخش فعال هست. بعد از 20 و چند سال هنوز اون بخش بسیار فعال، یکی یکی هنوز دارن این اسناد رو، یک گنج بزرگی از اطلاعات فوق محرمانه سازمان امنیت شورویه و این رو هنوز دارن حلاجی میکنن، دارن رمزگشایی میکنن و کتابهای آرشیو میتروخین همچنان بیرون خواهد اومد بر پایه این اسناد. آره، شما دارید به نوعی تشویق میکنید رئیس آرشیو سوامای جمهوری اسلامی رو که میتونه در آینده چه زندگی‌های اونچنانی در خارج از کشور داشته، گرچه دارن خودش. بگذارید آقای فخرآور و بینندگان عزیز آریغاز، همونطور که عرض کردم دلم میخواد که شما وارد گفتگو بشید با مبحث یا مباحث بسیار مهم و قابل اهمیتی که در این هفته‌های گذشته از طریق آقای فخرآور و گفتگوی من با ایشون شما شنیدید، و تمنا کردم که آنچه که حائز اهمیت هست و میتونید صحبت کنید و حرف رو بزنید، یک چارچوبی است از نزاکت، از ادب و از رعایت اصولی که باید انجام بشه، ضمن اینکه مطالب شخصی مربوط به آقای فخرآور رو که در اولین برنامه تقریبا به همش دونه دونه رسیدیم و سوال کردیم و شنیدیم که آقا چرا موی سرتون اونطوره و چرا وقتی که از ایران رفتید لباستون آبی رنگ بود و یا نبود، رو تمنا میکنم که فاکتور بگیرید و بریم سراغ مطالب اصلی که بهش باید توجه بکنیم. با کمال میل، خط شماره 1، درود بر شما. درود بر شما آقای سعد و آقای فخرآور. قربان جناب عالی، هم بفرمایید. به چند مسئله میخواستم خیلی تند اشاره بکنم، بعد پرسشی داشتم. با توجه به اینکه یک نوع اختلافی میان رفسنجانی و خامنه‌ای هست، با توجه به اینکه آقای رئیسی رو میخوان به عنوان جانشین آقای خامنه‌ای جا بندازن، با توجه به اینکه آقای رفسنجانی هیچ گونه سابقه مرض قلبی نداشته، با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری در راه است، شرایط سیاسی در ایران بسیار حساس است، چقدر امکان داره همون بلایی رو که سر یادگار امام احمد خمینی آوردن و با دادن یک قرص قلبش رو تحریک کردن، همون بلا رو سر رفسنجانی آورده باشن؟ میخواستم در این مورد بله، خیلی متشکرم. لطف فرمودید آقای فخرآور. به اتفاقا بسیار سوال هوشمندانه رو این بیننده مطرح کردن. همونطور که توی کتاب رفیق آیت الله، نه فقط حتی درباره مرگ احمد خمینی، درباره مرگ خود خمینی، حالا خیلی ها میگن خمینی سنش زیاد بود فلان بود، اما تمام علائم مرگ خمینی، زمان مرگ خمینی، اینکه زمان مرگ خمینی در چند هفته پایانی
دوران دوره دوم ریاست جمهوری خامنه ای، یعنی بعد از اون خامنه ای از عرصه سیاست ایران حذف میشد اگر چند هفته دیرتر خمینی مرده بود. و تمام اینها علائم مرگ که کاملا شبیه علائم مرگ ربانی عمدشی، آیت الله ربانی عمدشی بود که خود وزیر اطلاعات ری شهری توی کتاب خاطرات خودش نوشته که ربانی عمدشی توسط ماموران وزارت اطلاعات کشته شد و حتی نوع مرگش هم گفته میشه که با یک پودر رادیواکتیو چطوری ربانی عمدشی رو کشتن و اینها رو دیگه خود وزیر، اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی داره عنوان میکنه برای اینکه میخواستن پرونده ترورهای تابستون سال 60 رو یه جوری ماسمالیش بکنن. و حالا هاشمی رفسنجانی هم دقیقاً درست میگن، احتمال این که هاشمی رفسنجانی چون هیچ سابقه قلبی، عارضه قلبی نداشته و من همین امروز بعد از شنیدن خبر داشتم گفته های افراد مختلف خانواده خود هاشمی رفسنجانی رو دنبال میکردم، دارن یک جوری کد میدن به نظر که هاشمی کشته شده و دقیقاً از لحاظ زمانی توی این زمان خاص حذف هاشمی رفسنجانی به نظر میاد که این قضیه که کشته شده باشه بسیار زیاد خیلی مشکل با یک دارویی میشه. ممنونم آقای فخرآور. بله من تصور میکنم که یه مقداری اگرم به ببخشید پاسخ ها کوتاه ترش کنیم میتونیم که به همه برسیم. خیلی ممنون. خط شماره بعد بفهمید لطفاً. درود به شما. درود به شما خانم. با آقای امیرعباس فخرآور که عزیز ما هستند درود میفرستم. ایشون واقعا از کتابشون بسیار متشکریم. در ضمن تبریک میگم به مرگ این آقای رفسنجانی که نباید حتی آقا گفت. به هر حال اینا آدم های آدم کش هایی هستن که دونه به دونه چه با دست خودشون چه به غیر از دست خودشون هر چقدر از تعداد اینا کم بشه ما خوشحال خواهیم شد. اینا آدم کش هایی هستن که مثل زالو به جان مردم ایران افتادن. از آقای امیرعباس فخرآور برای کتابشون تشکر و برای شما که ایشون رو دعوت میکنین ممنونم. آقای امیرعباس فخرآور شما رو دوست داریم به خاطر خونی که در جریان در بدن شما جریان داره و شما رو به عنوان خانواده پهلوی که عاشقش هستیم میپذیریم و امیدوارم که هر چه زودتر به عمر کثافت این حکومت بدذات جمهوری اسلامی خاتمه بدیم و مردم آگاه بشن با کتابی که شما درست کردیم. و فقط خواهش من از شما اینه با این ذکاوت و هوشی که داریم امیدواریم هر چه زودتر این اشخاصی که دوره بر رئیس جمهور امریکا جمع شده بودن و گزارشات خیلی غلط به ایشون میدادن و ما رو 8 سال به عقب انداختن مردم ایران رو برای بلند شدن و تغییر دادن این رژیم. خواهش میکنیم که شما هر طور میتونید هر طور که فکر میکنید. خانم خیلی مشکر. ببینید محدود کنید مطلب رو. فرمودید اینه که دوروبر همون مطلب داریم میچرخید ضمن این که آقای فخرآور چقدر به شما لطف داشتن این خانم و چقدر برحال ایشون هم مثل خیلی های دیگه در جهت تایید کار شما بودن. تمنا میکنم که بینندگان بعدی لطف کنند و مطلب رو خیلی خلاصه، برای اینکه وقتمون کم است، وقت این گفتگو محدوده. از هفته آینده باز به ادامه گفتگو خواهیم پرداخت و فرصت گفتگو با شما رو کمتر خواهیم داشت. تمنا میکنم که به این قسمت توجه بفرمایید. در این مورد توضیح دارید آقای فخرآور؟ من فقط میخوام تشکر بکنم از این بانوی شیردل ایرانی و سپاس از همه محبتی که دارن و سپاس از شما جناب صدر عزیز که این فرصت رو فراهم کردید که بتونیم با ایرانیان عزیز این ارتباط رو برقرار بکنیم و حرفایی رو که تو دل خیلی از ایرانی های عزیز در سراسر دنیا مونده این حرفا رو بتونیم بزنیم و بشنویم و به امید اینکه هر چه زودتر همه این عزیزان در ما در کنار این عزیزان بتونیم آزادی رو برای ایران عزیزمون تجربه کنیم. امیدوارم. خط شماره بعد بفهمید لطفاً. الو. الو. بفهمید لطفاً. خیلی متشکرم. صبح بخیر. بعد از آقای سعد و آقای فخرآور. آقای فخرآور ماها خیلی خوشحال هستیم که این لجن مرد و برای همه ایرانی ها خیلی زودتر که اینا جواب بدن برای خونهایی که اینها ریختن برای 38 سال و داستان خیلی طولانیه.
من یک مسئله خیلی مهمی میخواستم از آقای فخرآور بپرسم، این استش که چرا ایشون نمیخوان محکم نشون بدن که دولت آمریکا بود که باعث تمام این بدبختی‌های ما تو 38 ساله بوده. حالا چه ریگان، چه نه ریگان، چه کارتر، چه نه کارتر، اینها بودن که باعث شدن شاه فقید افتاد. لطفا شما اگه میتونین راجبش حرف بزنید. خیلی متشکر. من تصور میکنم که در این ارتباط و سوال شما تو توضیحات قبلیشون آقای فخرآور به این مسائل اشاره کردن. اینه که اگر اجازه بدید فقط بسنده میکنیم به یک توضیح 30 ثانیه ای آقای فخرآور لطفا. خواهش میکنم. من همونجوری که گفتم این دولت آمریکا عملا دولت آمریکا برنامه انداختن شاه رو نداشت، چون ضرر بسیار زیادی هم از این قضیه متقبل شد و اگر شما نگاه بکنید میبینید دولت آمریکا تنها دولتیه که جمهوری اسلامی رو عملا هیچ وقت به رسمیت نشناخت. حالا رابطه با اسرائیل هم وجود نداره، اما اون از طرف رژیم جمهوری اسلامی بیشتر که قطع شده. اما از این سمت دولت آمریکا تنها دولتیه که هیچ وقت به رسمیت نشناخت. حتی انقدر فشارها روی اوبامایی که بسیار دوست داشت به پابوس خامنه ای بره، انقدر فشارها از طرف ساختار سیاسی آمریکا روش بود، 8 سال تمام اوباما نتونست یک همچین غلطی رو آخر بکنه و ما باید برای این اقدام دولت آمریکا احترام رو قائل باشیم. و اونجوری که در کتاب رفیق آیت الله با اسناد و مدارک فراوان نوشتم، من اطمینان دارم که انقلاب ایران 100% کار اتحاد جماهیر شوروی بود و فقط حماقت آمریکا در ندیدن توطئه و گول خوردن از شوروی ها باعث اون اتفاق شد. خیلی متشکر. خط بعد بفهمید لطفا. الو بفهمید. سلام علیکم. سلام. من امیدوارم که آقای فخرآور یک کمی جواب رو خلاصه تر بکنه، بیشتر باشه برای بعدم. و اما در رابطه با مسائلی که آقای فخرآور مزمت با آمریکا و خود ایران صحبت میکنن، در اکثر برنامه های تلویزیون گاهی تحلیلاشون یا اشتباه میگن صحبت میکنن، یا اینکه اونطوری که بایستی واقعیت رو بگن واقعیت رو نمیتونن بیان بکنن. اما آقای سعد، شما از آقای فخرآور چقدر پول گرفتی مردونه که قولش تو برنامه؟ نه اینم بیا بگو مردونه. عرضم به حضورتون که اگر مثل شمایی در بین بینندگان ما نباشند، کار غیر طبیعی است، غیر عادی است. اینه که به هر حال چقدر لطف کردید که شما کمک کردید که ما کارمون رو بهتر انجام بدیم. خیلی خیلی متشکر. البته در مورد اون چیزی گرفتم بعدا صحبت میکنیم و میتونیم با هم دیگه به هر حال با یه درصدی تقسیم بکنیم. خیلی متشکر. عرضم خط شما رو بعد بفهمید لطفا. الو آقای سعد، اوقاتتون بخیر. قربان جناب عالی، بفهمید لطفا. آقای توسی از سوار آقای دانه خطتون که برای همچین مطالب و ادعاهای من به شما پیشنهاد اولا من پیشنهاد میکنم که قبل از فرمایشتون مطلب رو خیلی خلاصه یک دقیقه فقط بفهمید لطفا. ببینید، شاهدان زنده که مثلا برای انفجار حزب جمهوری یا انفجار نخست‌وزیری یا همه اون عملیات های نظامی که مجاهدین انجام دادن، شاهدان زندهش ایرج مستاقی، نمیدونم به اصطلاح نهای سازگاره که اون روز نخست‌وزیری بوده، سعید شاهتوندی از چهره‌هایی که با کلاهی اتفاقا تو هم خونه بوده و سالهای سال از مجاهدین جدا شد، تو عملیات به اصطلاح فروغ جاویدان مجاهدین اسیر شد، چند سالی هم تو زندان بود. ببینید وقتی هم که چیزایی مطرح میشه که یه نفر مثل آقای فخرآور تعریف میکنه، حالا سوال چیه؟ سوالتون چیه؟ سوالم اینه آقا، این چیزایی که شما میگه و شما به شما هم اومدین به قول معروف در تحریف تاریخ سال 80 درجه به شکلی اومدین ایشونو تایید میکنین؟ آیا من که تایید میکنم، یه سوال از شما خواهم میکنم، آیا شما سر و کارتون با لیموزین هست قربون؟ نه من کارم رانندگی. همین بسیار خوب. نه همین میخواستم متوجه بشم که شما همون آقای دانیال توسی هستید که رانندگی لیموزین میکنید و امروز خط شما رو من بهتر تونستم که متوجه بشم. به هر حال لطف کنید آقای فخرآور بهشون جواب بدید لطفا. ممنونم. ایشون یکی از مزدوران مخفی جمهوری اسلامی هستن در لس آنجلس و در کالیفرنیا و من هیچ جوابی برای ایشون ندارم. تمام حرفایی که میزنن همون تکرار ادعاهای دروغ جمهوری اسلامی، برای اینکه نگاه ها رو
از سمت قاتل اصلی که شخص سید علی خامنه‌ای که با همکاری سازمان امنیت شوروی ترورهای سال 60 انجام داد، جمهوری اسلامی تو تمام این سالها سعی کرده نگاه‌ها رو بچرخونه به سمت جریانات دیگه‌ای که اصلاً نقشی توی اون انفجارها اتفاقاً نداشتن و فقط برای ردگم‌کنی بودن و ایشون هم دقیقاً همون خط وزارت اطلاعات رو داره. عرضم به حضورتون که آقای دانیل طوسی، البته من رو شخص ایشون نمی‌خوام فعلاً بحث زیادی بکنم، فقط می‌خوام به عنوان یک بحث کلی مطرح کنم این قضیه رو که چون بارها و بارها و بارها و بارها و بارها و بیشتر از بارها و تکرار تکرارها روی خطوط و خط بنده هم آمدن و یک بار نشد که ایشون در حقیقت مسیر عوض کن و جاده عوض کن و یا خط عوض کن میله های راهن نباشن، راهن کار ما در حقیقت اینه که به هر حال آقای دانیل ما با شما تکلیفمون روشن هست در حقیقت با این تفریق. خیلی متشکر. خط شماره بعد. الو، درود بر شما جناب. آقا درود بر جناب علی، قربون جناب علی، هم بفرمایید. من خیلی خلاصه میکنم چون بدانه میخوام توضیح زیاد بدم. من خلاصه سوالم از جناب فخرآور اینه که شما در مورد این دو قطبی بودن جمهوری اسلامی و مثلا اصلاح طلب یا تندرو و اختلاف بین رفسنجانی و خامنه ای، من 74 سالمه، 15 سالم اومدم آمریکا، تو مسئله سیاسی هم ایران بودم، من به هیچ عنوان باور ندارم که اینا با هم خواهیم قطع شدید. سرسون قطع شد آقای فخرآور. تا این لحظه چیزی استنباط شد؟ بله بله، من سوالشون رو متوجه شدم. دقیقاً درست هم میگن اتفاقا. مطلبی که دارن مطرح میکنن این که تفاوتی بین اصلاح طلبان و اصلاح طلبان و محافظه‌کارا نیست. من حتی توی فصل دوی کتاب رفیق آیت الله نه فقط به سه بخش تقسیم کردم اینها رو، گفتم اصلاح طلبان، محافظه‌کاران و محافظه‌کاران جدید یا نئو محافظه‌کاران که تیم احمدی نژاد بودن. و دقیقاً این دوستمون درست میگن، تمام اینها همه سه سر یک مار هستند و همه اینها رو اگر نگاه بکنید، خب شما ببینید سرکرده جریان محافظه‌کاری در ایران سید علی خامنه‌ای و تیمش، اینها تعلیم دیدگان سازمان امنیت شوروی هستند. سرکرده جریان اصلاح طلبی در ایران که عملا این جریان در سالهای پایانی ریاست جمهوری سید علی خامنه‌ای در نیمه دهه 60 خورشیدی به وجود میاد، سرکرده جریان اصلاح طلبی سید محمد موسوی خوئینی ها هم تعلیم دیده ای سازمان امنیت شوروی هست. و از این ور جریان سوم که جریان احمدی نژادی ها یا نئو محافظه‌کارها، محافظه‌کاران جدید بودن، اینها هم مشاورین احمدی نژاد مثل کامران دانشجو، محمود ملاباشی و ارسلان قربانی، هر سه اینها هم جزء کسانی هستند که در دهه 90 میلادی، دهه 70 خورشیدی از همون پاتریس لومونبا فارغ التحصیل میشن. یعنی شما میبینید عملا هر سه جریان حاکم بر جمهوری اسلامی به نوعی طراحی شدن که اگر خامنه ای امروز بره به جاش، حالا اگر هاشمی رفسنجانی هنوز سقط نشده بود و زنده بود و این میشد رهبر، همین اتفاق که بود میافتاد و نزدیکی با شوروی ادامه پیدا میکرد. اگر موسوی خوئینی ها بشه رهبر، همونجوری ادامه پیدا میکنه. اگر رئیسی بشه رهبر که الان دارن روی اون کار میکنن، همین شکلی قضیه ادامه پیدا میکنه. حتی اگر بیان احمدی نژاد رو بذارن رهبر، همین جریان دخالت سنگین شوروی در ایران ادامه پیدا خواهد کرد و تغییری درش ایجاد نمیشه. خیلی خیلی متشکرم. یک لحظه شما صحبت میکردید، من باز به یاد یکی از یک لحظه مغزم رفت به سوی آقای دانیل. مطلبی گفتن که ایشون یعنی آقای فخرآور مطالبی رو اظهار میکنن و بنده هم 180 درجه در جهت تایید مطالب ایشون هستم و اگر همین امروز رو فقط شاهد زنده آقای دانیل توجه کرده بود، متوجه میشد که بنده چندین مورد رو پشت سر هم به عنوان اختلاف نظر و رد گفته های آقای فخرآور عنوان کردم و باز از ایشون توضیحاتی البته شنیدیم. در نتیجه این 180 درجه رو نمیدونم، شاید درجه بلد نیست شما یا اینکه نمیدونم، به هر حال بهشون خورده نگیرید جناب سعدی. ایشون میگیرن که یک حرفایی رو بزنن، به اون حرفایی که میزنن اعتقاد ندارن. نه، میخوام که خورده بگیرن و این خورده گیری ها در نهایت جمع بشه به اونجایی که دیگه ایشون به خودشون اجازه احتمالاً اظهار نظر ندن. به این دلیل عرض میکنم. به هر حال خیلی متشکرم. خط شماره بعد لطفاً بفرمایید. لطفاً جناب سعدی، درود بر شما. درود بر جناب علی، قربان. جناب سعد، من جسارتم به تایید جناب علی، برای حمایت جناب علی. شما حرفه‌ای ژورنالیست هستید، اصلا نگران این نباشین که چهار نفر مثل من به شما خورده بگیرن که چرا آقای فخرآور اومده. شما حرفه‌ای هستید، اصلا نگران نباشید. اصلا که نه، الان بحث ما نبود که چرا ایشون اومده.
شما اول لطف کردید، خیلی متشکرم از محبتتون. نگرانم نیستم، خیلی هم اگر نگران بودم که خب دست به این اقدام نمی‌زدم قاعدتاً. ازم بزرگتون، ولی به هر حال از شما متشکرم که به هر حال رفاقت خودتون رو ابراز فرمودید. خیلی متشکرم. من یه سوال دارم خدمتتون. هم بفرمایید. من ممنونم آقای فخرآور، کتابی که من همیشه شنیده بودم ولی هیچ وقت فرصت نکرده بودم طالبشو بخونم. بله. خود ایشون تشریح میکنند، خیلی جالب تره. من میخوام جسارتم فقط یه چیزی بگم. اول بگم که من تبریک میگم مردن رفسنجانی رو. من یه چیزی بگم، نمیدونم، امیدوارم مسیر برنامه شما رو عوض نکنه، ولی فکر میکنم اگر فکر کنیم همه کارا با برنامه ریزی خامنه‌ای داره پیش میره، این زیاد خوشایند نیست. فکر میکنم، من میگم ممکنه مرگ طبیعی هم امیدوارم برای همه شو باشه. اینی که فکر کنیم همه شون رو مثلا خامنه‌ای یا برنامه میتونه که یکی یکی بکشه، این نشون میده که یه جایی هم قدرت داره. برای خیلی متشکر، لطف کردی. البته قبل از اظهار نظر آقای فخرآور خیلی خلاصه عرض میکنم که این در حقیقت تصمیم گیری آقای خامنه ای نیست، بلکه تمام حرف آقای فخرآور اینه که این تصمیم گیری ارباب اون یعنی شوروی است در حقیقت. در نهایت به حال آقای فخرآور شما لطفا. خواهش میکنم. نه، این دوستمون کاملا درست میگن، من موافق هستم باشون و خود من به شخصه تو نحوه کارم توی کتاب رفیق آیت الله این رو نشون داده. من 4 سال تمام شبانه روزی نشستم روی یک سری پرونده ها کار کردم، اسناد رو کنار هم چیدم. ما الان شاید 1 ساعت و اندی پیش خبر رو شنیدیم که هاشمی رفسنجانی مرده، هنوز دلیل اصلی مرگ درست بیان نشده. دلایل مختلف داره میگه، هنوز خیلی زوده که بخوایم نظر بدیم. اما چیزی که گفتیم این احتمال هم وجود دارد که ایشون به همون شکلی که خمینی سربنیست شد، احمد خمینی سربنیست شد، ربانی املشی سربنیست شد و سایرین کشته شدن با این بیماری های سکته های قلبی، جالب همشون هم با سکته های قلبی عجیب و غریب یه دفعه از بین میرن و ممکنه که این اون باشه. ولی من با این دوستمون موافقم که تا اسناد رو کاملا به دست نیاریم در این مورد حرف نزنیم. در مورد مسائلی که مرگ هایی که من در کتاب رفیق آیت الله نوشتم، به ویژه مرگ خمینی، کوچکترین تردیدی ندارم که مرگ خمینی کار تیم عملیاتی شوروی و شخص سید علی خامنه ای بود. خیلی متشکرم. من قبل از اینکه پاسخ بینندگان دیگه بدم، باز مجبورم که چون یک مطلبی به یادم اومد به این مسئله آقای فخرآور یه توضیحی بدم که عده یکی دو نفر از دوستان نزدیک من در صندوق کار هم بودن، به یک موردی به من اشاره کردن که بعد از توضیحات من اصلا الان میدونم دارن منو میشنون، با احترام خدمتشون، توضیحاتی که دادم گفتن که ما رو از اشتباه بیرون آوردی و اون در ارتباط با آوردن شما در این برنامه ها بود آقای فخرآور عزیز، و اون این بود که معتقد بر این بودن که من رو در حقیقت بدون اینکه خودم بدونم ناخودآگاه در مسیری قرار دادند رؤسا و افرادی که حاکمیت بر فضای رسانه ها مثلا دارند که شما رو داشته باشم، در حالی که توضیح من این بود که درست برعکس بود. این من بودم که روزی و به دلیلی تلفن آقای فخرآور رو از آقای شهرتی گرفتم و به ایشون تماس گرفتم، و این من بودم که تشخیصم بر این بود که مطالبی که از طریق کتاب رفیق آیت الله و مطالب حاشیه مربوط به این قضیه اینقدر میتونه حائز اهمیت باشه و اونقدر میتونه که در حقیقت، حالا گفتم قضاوت با شماست، برای آنچه که میشنوید میتونه لااقل آمار برنامه رو ببره در حد پربیننده ترین برنامه تلویزیون پاس. این توضیح مقصم بدم که به هر حال داشته باشید. خیلی متشکر. خط شما رو بعد بفهمید لطفا. الو، درود بر شما جناب سعد. درود بر آقای فخرآور. بفهمید لطفا. اول اجازه بدید من یه شادباش و درود بی پایان به پیکر رضا شاه بزرگ بفرستم. برای 17 دی ایشون چادر از پیکر بانوان ایران زمین، چادر سیاه رو بر نداشتن، از روی اندیشه بانوان ایران برداشتن و اندیشه شون رو آزادی بخشیدن. آقای فخرآور عزیز، من یک حضورتون دارم، کتابی به نام خاطرات رئیس کی‌جی‌بی در ایران، کتاب به نام متروخین اگر اشتباه نکنم، متروخین نیست، ولادیمیر کوزیچکین، که 40 صفحه جبه ایران نوشته شده و نشون میده که در واقع این روسیه بوده که ایران رو تغییر رژیم داده.
نه امریکا، امریکا یک بازیچه بیشتر نبوده. راجب این مسئله میخواستم توضیح بفرمایین. و در ضمن آقای رفسنجانی به میل خودشون برای کهولت سن فوت نکردن، بلکه اون من مصاحبه چند روز پیش که من ازشون روی فیسبوک دیدم، به خامنه ای توپیده بود و داشت میدونست که دیگه آخر عمرشه، حقایقی رو راجع به خامنه ای میگفت که مواظب خودت باش، دنیا برای تو هم اینطور نمیمونه. اینو ترتیبشو دادن و کشتن، مثل خامنه، مثل خمینی و بعد خمینی و دیگران. با یک دنیا سپاس، خداوند نگهدار شما ایران با طوفان کانادا. خانم طوفان، آقای فخرآور شنیدم، من هم شنیدم. البته در مورد مسئله آقای متمه خواهم خلاصه کنم که وقت نگیریم زیاد. آقای متروخیم، اگر شما به برنامه های ما در این مدت توجه کرده باشید، تمام محور اصلی صحبت های ما روی آقای متروخیم هست. هم امروز هم در این مورد با صحبت کردیم و کاملا صحیح فرمودید، کاملا درست بود آنچه که در ارتباط با ایران بود و آنچه که در ارتباط 57 بود و آنچه که در ادامه اون به خصوص بود، پایگاه شاروخی بود، دخالت شوروی بود، روسیه بود، این همه داستانی که در این نفوذ غیر قابل تصور اونها در ایران هست رو همین آقای متروخین پایریزی کرد و اطلاعاتش رو داد. به هر حال خیلی متشکر. در مورد آقای رفسنجانی و مسئله مردن ایشون که حالا اینطور اینطور، اینا رو اگه صبر کنیم تا یک شاید چند روز و یک زمان آینده تری مسائل بهتر و روشن‌تر خواهد بود. علال قاعده خط شماره بعد بفهمید لطفا. جناب صد جناب، اگر اجازه بدید قبل از اینکه بیننده بعدی بگن، من یه نکته کوچیکی رم در بفهمید بفهمید لطفا بفهمید بگم. این بانو اشاره می‌کردن به مأمور شوروی در ایران، مأمور سازمان امنیت شوروی در ایران، غیر از سرهنگ واسیل میتروخین که رئیس آرشیو کاگبه بود، یکی دیگه از منابعی که توی کتاب رفیق آیت الله بسیار استفاده شده ازش، آقای ولادیمیر کوزیچکینه. درسته، بله. اشاره میکردن که اسمش رو اشتباه گفتن، میتروخین، ولادیمیر کوزیچکین افسر ارشد سازمان امنیت شوروی در تهران بود که به عنوان دیپلمات در سفارت شوروی در تهران داشت فعالیت میکرد و توی اون دو سال قبل از انقلاب و تا سه سال بعد از انقلاب، پنج سال رو در ایران خدمت کرد و بعد خاطرات خودش رو نوشت که دقیقاً این بانو درست میگن که چطور نقش شوروی، دخالت‌های شوروی در انقلاب ایران، پیش از انقلاب، بعد از انقلاب، همه اینها رو کاملاً توی اون کتاب با عنوان مأموریت من به عنوان مأمور کاگبه در تهران توضیح میده و بسیار هم کتاب خوبیه توی این قضیه هم استفاده شد. نکته دیگه که این خانم گفتن بسیار هوشمندانه بود، هفته گذشته هاشمی رفسنجانی برای نخستین بار حرف از تغییر قانون اساسی زد. این خیلی عجیب و جالب بود. دقیقا اگر به مصاحبه های هفته گذشته هاشمی رفسنجانی مراجعه بکنید، میبینید برگشت گفت بله، حالا ما اون قانون اساسی که اول انقلاب نوشتیم خوب بود، ولی همه کشورهای دنیا هم قانون اساسی رو مینویسن، ولی بعد از یه مدت باید اون رو تغییر ساختار کامل بدن. و حرف از تغییر ساختار کامل قانون اساسی زد و یک هفته بعدش به این شکل یه دفعه ناگهانی سکته قلبی میکنه. خب باید هم برای بعضی ها این نگرانی ایجاد بشه، ولی به قول شما جناب صد، صبر میکنیم چند روز تا اطلاعات بیشتری به دست بیاریم و ببینیم دقیقاً اتفاقی که افتاده چی بوده. پس یادمون باشه که قابل توجه زعمای جمهوری اسلامی دست بردن یا دخالت یا فکر تغییر موادی از قانون اساسی، سرنوشتش این خواهد سبب سکته قلبی میشه. اینو جزء سببهای سکته قلبی باید حتما توی کتابهای پزشکی وارد بکنن. دست بردن در قانون اساسی جمهوری اسلامی یکی از سببهای اصلی سکته قلبی است. البته قابل توجه خانواده رفسنجانی، البته قصد خاصی نیست این گفته من، شاید در صلاحیت چارچوب کار بنده نباشه، ولی واقعا اون زمانی که کیف میکردید، اون زمانی که در اوج قدرت و ساختمان خری و نمیدونم لاس وگاس خری و نمیدونم داستانهای زمین خری و شهرسازی و هواپیما و اون قولهایی شده بودید که هر کدوم خدا را بنده نبودید، یادتون باشه با رفتن پدر دمار از روزگار یک یک شما در خواهند آورد. این همیشه دست طبیعت و دست مکافات به نظر من. البته خط شما جانان ببخشید دقیقاً درسته. بله خط بفهمید لطفا. آقای صفی، خانم طوفا که میگه من خبرنگار کانادا هم، همون نیست که میاد اینجا پرچم. خط شماره بعد لطفا. خط شماره بعد. خط شماره بعد با شما هستم.
الو بفرمایید. آقای صد جونم، خانم جوبان که میادن رو خر صحبت کردن، این همون نیست که میاد تلویزیون پرچم میفروشه بعد عنوان میکنه که پدر من اعدام کردن از مردم داره اخاذی میکنه. شما بهتره که به مطلب توجه کنید. اینکه این خانم کی هست و چی نیست، من نمیدونم ایشون پرچم چیه، داستان چیه، ولی مطلبی که فهمیده که مهم نیست که کی بود، مهم نیست که چی گفت، اون چی گفتنش مهم بود. که امیدوارم شما اینجوری به مسائل دقت بکنید که دو مرتبه و سه مرتبه آمدید و به هر حال در خدمتتون بودید. خط شماره بعد بفهمید لطفا. الو با شما هستم. الو سلام علیکم، بفرمایید. خسته نباشی قربان. قربون شما، هم بفرمایید. قربان بخواستم یه بحثی عرض کنم. بفرمایید. وضعیت کم آبی ایران باعث مرگ اولین کوسه ماهی شد. خب البته در این مورد طنزهای زیادی هم طبیعتاً بعداً خواهیم شنید بیشتر از این. خط شماره بعد لطفاً. بفرمایید خانم. می‌خواستم یه تبریکی برای مرگ رفسنجانی گجستک بدم و یه اپوزیسیون آبکی. خب البته حق با شماست، برای اینکه اصولا هر چیزی میتونه هم آبدار باشه هم آبکی باشه، درست مثل شعر میمونه. بعضی شعرها شعرهای آبداره، بعضی شعرهای آبکی است. در نتیجه اپوزیسیون هم کاملا حق با شماست. بله آبکی داریم، شاید آبدار هم داشته باشیم و داریم، باور بفرمایید. اینه که به هر حال ممنونم ازم بزرگتون که خط شماره بعد بفرمایید لطفا. الو درود بر جناب علی، هم بفرمایید. آقا خیلی کوتاه می‌خواستم یه تشکر از زحماتی که آقای فخرآور می‌کشن. من بابام ایرانی که کل کشور تماس می‌گیرم بهشون افتخار می‌کنم. یه سوالی که من چند بار پرسیدم جواب درست نگید، آقای فخرآور می‌تونه یه جواب بده که من یه مقدار نگاهی در بیارم. اون اینه که سردار بعد از جمهوری اسلامی با این اپوزیسیونی که ما داریم به نظر شما امیدی هست که یه آلترناتیو خوبی به مقتدری در آینده نزدیک شکل بگیره؟ چون اگه آلترناتیو نباشه ما رفتن جمهوری اسلامی نمیتونه درد ما درمان. بله چون این سوال رو مستقیما از آقای فخرآور سوال فرمودی، طبیعتاً جواب رو به عهده خود ایشون در دو دقیقه میگذارم، وقتمون تموم داره میشه. جناب صدر من دقیقاً متوجه سوال نشدم، اگر به من بگید یک بار. بله سوال ایشون این بود که آیا با توجه به اینکه حالا فرض میکنیم که این رژیم پایان یافت و به هر حال ما باید سرنوشت آیندهمون رو با توجه به اینکه آلترناتیوی به اون صورتی که باید شاید نداریم، چه وضعیتی در آینده خواهیم داشت؟ خب این یک کاری نیست که ما الان بخوایم یک فرمولی براش ارائه بکنیم. مدت هاست که به سهم خودمون داریم کارهایی رو انجام میدیم، طیف‌های دیگه هم تو اپوزیشن دارن انجام میدن و کار آسونی نیست. باور بکنند همه ایرانیان عزیز این که گروه‌های مختلف سیاسی با افکار متفاوتی بخوام بیان کنار هم دیگه قرار بگیرن بدون اینکه یک سازمان امنیت شوروی پشت سرمون باشه که بخواد برنامه‌ریزی بکنه برامون که چجوری بریم انقلاب بکنیم اونجا. اما تجربه خوبی رو فکر می‌کنم با نگاه کردن به تاریخ، واقعا یکی از بحث‌هایی بود که چند روز پیش با هم داشتیم جناب صدر عزیز در این مورد که از مجموعه این صحبت‌ها و نگاه به تاریخمون ما که کار چجوری میتونیم برداشت بکنیم برای ثمر نشستن یک انقلاب دموکراتیکی که بتونه آزادی و دموکراسی رو برای ایران عزیزمون بیاره. بله. و مهمترین بخشش اینه که ما تاریخ رو درست ببینیم، درست بشناسیم. بله. تحولات تاریخی رو، اینکه چطور توی اون کشور 38 سال پیش انقلابی صورت گرفته و حالا چه شرایطی پیش اومده که یکی از استوانه های همون انقلاب توی 38مین سالگرد انقلاب داره از صحنه روزگار محو میشه و بعد از اون چه خواهد شد. ماها توی اپوزیشن باید خیلی هوشمندانه تمام این مسائل رو ببینیم کاملا. و فرصت ها رو بررسی بکنیم و به زودی من فکر میکنم خبرهای خوبی هم از اپوزیشن خواهد رسید. یا به عبارتی به عبارت می‌فرمایید که به تاریخ خود گر نکوننگریم، اگر با عدالت از آن نگذریم، به تکرار آن باز گردن نهیم. و این یک واقعیتی است برای
تکرار متاسفانه تاریخ. اما خیلی خوشبختم که مطلب اشاره فرمودید آقای فخرآور، نه در مورد فقط شخص جناب عالی، به طور کلی که ارائه یک چنین برنامه‌هایی، یک چنین گفتگوهایی، یک چنین اظهار نظرهایی که وجود داره، اینها همه در جهت یک مقداری اطلاعات بیشتری هست که بتونه به معنی واقعی، خیلی ساده بگم، ساده تر از این نمیتونم بگم، راه آینده رو هموارتر بکنه، مسیر رو مسیر بکنه که بشه با سرعت بیشتری از اون گذشت و در حقیقت به نتیجه مطلوب نهایی رسید. آقای شهرتی چقدر فرصت داریم؟ با کمال میل آقای فخرآور و بینندگان، فقط 4 دقیقه وقت داریم که تمنا میکنم اینا بین 5-6 نفر تقسیم بفرمایید. بفرمایید لطفا. الو. با سلام خدمتتون و احترام خدمتتون. سلام استاد، عرض ادب خدمت شما آقای فخرآور عزیز. قربان جناب علی. اولا عذر میخوام، این آقای آبادانی که گفتن شما پول گرفتید واقعا باعث خجالته، واقعا، برای اینکه برای اولین بار این جوان اومد و واقعا به این نکته اشاره کرد که ما الان 37 ساله، آقا اینا روس هست، از اول هم بودن، قبل از انقلاب هم بودن، همش دسیسه بود و اینا آخوند چه میدونست راجع به مملکت چرخوندن. اینا کاملا با یه سیستم اطلاعاتی امنیتی بسیار پیچیده‌ای از اول، اصلا قبل از پیروزی انقلاب اینا وارد صحنه شدن، تمام اپوزیسیون رو با زیرکی کامل اینا سرکوب کردن و بیشتره دلیلی هم که این اپوزیسیون ها همه از بین رفتن این بود که توده‌ای ها تو اینا نفوذ داشتن، توده‌ای هم که خب دومش به روس بسته است و این سیستم امنیتی استالینی اینا کاملا مشخص که آقای فخرآور اینا تحقیقاتشون کاملا درسته. من نمیدونم کسی که یک چندین سال از عمرشو میذاره تحقیق میکنه و میاد به مردم میگه آقا اینا روسن، که واقعا هم درسته، این دشمن اصلی مردم ایران شوروی بود و الان پوتینه و خواهد بود، تنها کشوری تو دنیا آقای سر چه قطعات بزرگی از مملکت ما رو بلعیده، وقت ما بیایم پشت تلفن بگیم چقدر پول گرفتی، اصلا کسی که کتاب مینویسه پول در نمیاره. نه البته منظورشون برعکس بود که من ازشون پول گرفتم قربان. من میدونم میدونم، آخه ایشون آقا فخرآور باید پولی در بیارم با شما تقسیم کنم، من نمیدونم این کتاب فروختن چه سودی داره. بعدش هم مسئله اینجا اصلی اینجاست که آیا تسخیر سفارت امریکا این کار روس نبود؟ آخه این آخوندا چه میدونستن کسی که میگه حضرت علی با یه شمشیر با یه دستش کعبه رو بلند کرد، اجدها اومد در حضرت علی یه چیزی گفت، این میتونه مملکت بگه؟ آقا قربون شما، وقتمون روی اتمام خیلی مشکل، البته کعبه رو بلند نکرد، گفتن که با دو انگشت در خیبر رو ایشون بلند کرد. به هر حال لطف فرمودید. اما آقای فخرآور عزیز، ما وقتمون تموم شد متاسفانه، اگر جوابی هستم در آینده میتونیم بدیم و عرضم به حضورتون که منتها من دلم میخواد که بالاخره یه مقداری هم حق دارم که یه توضیحاتی گاهی بدم واقعا، و اون این که آقای فخرآور شما شاید یکی از معدود افرادی باشید، من 20 ساله در تلویزیون پارس هستم، 30 ساله در رسانه های رادیویی لس آنجلس بودم و کماکان ادامه میدم. خب در مجموع این سالها تعداد افرادی که من انتخاب کردم برای گفتگو کردن از 20 عدد تجاوز نمی کنه، یعنی تقریبا هر یه سال و نیم یک نفر تقریبا. خب این دلیل بر یک مقدار، حالا یه عده میگن که خب شاید اونا پول نمیدن اونا ببینید چقدر کوتاه فکریم، چقدر، و به همین دلیله که حالا کار داریم، حالا به جای جلو رفتن داریم با این اظهار نظرها اونا رو میگم، البته یه عده رو عقب‌تر میریم. در نتیجه اگر قرار بر خدای نکرده یک چنین تصمیماتی بود و موارد مادی بود و پول بود، که باور کنین که 1500 نفر توی خط واسدن که بیان 5 دقیقه اینجا در حقیقت و بهشون فرصتی داده نمیشه. آقای فخرآور چقدر خوشبختم از اینکه هستید و چقدر خوشحالم از اینکه انقدر بیننده ما رو داره تعقیب میکنه و چقدر خوشبختتر از اینکه هفته آینده با شما خواهیم بود. خواهش من یه 20 ثانیه هم احتیاج دارم که اگر 20 ثانیه است اشکال نداره لطفاً.
اولا برای من باعث افتخار جناب صدر که توی با توجه به شکل برنامه‌های شما که می‌دونم هیچ وقت مهمون رو نداشتید، این فرصت رو برای من واقعا افتخار بزرگیه. خیلی سپاسگزارم از شما از اینکه این فرصت رو فراهم کردید. و دوستانی هم که نمی‌دونن، همینجوری که این دوست عزیزمون گفتن، من یه نویسنده هستم و استاد قانون اساسی هستم تو دانشگاه ایالتی تگزاس. از استادی که پولی در نمیاد، از نویسندگی هم که برید از آقای خلیلی ناشر کتاب رفیق آیت الله بپرسید ببینید آیا تا به حال پولی به من داده شده برای کتاب رفیق آیت الله یا نه. و شما جناب صد از من سرمایه دارتر هستید. اگر قرار باشه کسی به کسی پول بده، شما باید به من پول بدید. نمیدونم چرا ندادید. به هر صورت خیلی متشکر از وقتی که در اختیارم گذاشتید. باز هم تبریک میگم به همه ایرانیان عزیز. بسته شدن دفتر سیاه و خونین زندگی هاشمی رفسنجانی رو و به زودی شاهد بسته شدن دفتر رژیم جمهوری اسلامی و آزادی مردم ایران باشیم. هم فصل نامساعد پاییز بگذرد، هم موسم آقای رفسنجانی بهار طربخیز بگذرد. آقای شورتی خیلی متشکر. آقای فخرآور بسیار لطف کردید. همینطور دوستانی که اون چارچوبی که عرض کردم رو بسیار رعایت فرمودید، خیلی خیلی متشکرم از محبتتون. و از توی دوست نکسلم پیوند، و به تیغم برند بند از بند، و روز و روزگار به همه شما خوش.